Il y a un véhicule en feu rue du Grand Chemin vers le numéro 100. Je veux aussi la perte de l'identité judiciaire d'ici une heure. C'est bien reçu pour PC. Et joyeux Noël, patron. Ouais, joyeux Noël. C'est bon. Allez, donne tes mains, là. Non. Pourquoi tu cours, Farid? Pour 20 euros, viendra me braquer. L'année dernière, 5 braquages. Les scandales, les bagarres. Reste assis. Pour notre nouveau lieutenant Cotterelle, un incendie criminel rue des Vignes. Voilà, ce sera tout, merci. من فیلم‌های زیادی کار کردم که پر از موقعیت‌های داستانی هستند. اینجا با خودم گفتم فیلمی کار کنم که کاملاً بر اساس واقعیت باشه. روبه یک نور داستان یک ستوان جوانه که تازه در کلانتری شهر روبه استخدام شده و مشغول کشف شهره. روبه فقیرترین شهر فرانسه است. شهری پر از خشونت. فیلم با زندگی هر روزه این کلانتری آغاز میشه و با تمرکز بر رئیس پلیسمون کمیسر داوود که شخصیتی با ابهت و در عین حال اسرارآمیز داره. اما در فاصله کریسمس و روز سال نو جنایتی اتفاق میفته. پیرزنی به شکل هولناکی در خونه‌اش به قتل میرسه و دو زن مظنون این قتل هستن. از اینجا تحقیقات آغاز میشه. بونجور مدام. پلیس دروبه. On est ici pour l'incendie qui a eu lieu à côté de chez vous. Vous avez vu quelque chose? Comme j'ai dit à vos collègues, moi j'étais en train de dormir. J'écoutais de la musique. Plus de ça, j'avais bu un coup, donc j'ai rien vu. À part quand ça a explosé, que les chiens ils ont aboyé. J'ai regardé par la fenêtre et j'ai vu les explosions, tout ça. Vous vivez seul ici? Avec une amie. Marie? Marie, viens une fois s'il te plaît. پدر و مادر من هنوز در روبه زندگی میکنن. 12 سال پیش قتلی در اونجا اتفاق افتاد و حسابی سر و صدا کرد. یک سال بعد از این ماجرا من مستندی دیدم که توی همون دوره توی کلانتری روبه فیلم برداری شده بود. تصمیم گرفتم این مستند رو تبدیل به یک فیلم داستانی کنم. اتفاقی که چندان توی سینما رایج نیست. هدفم این بود که زبان کوچه این فیلم مستند رو وارد یک میزانسن داستانی کنم. Quand je viens de chercher, tu t'enfuis. Tu te bats avec ta mère. Tu dis que c'est Marco et Mohamed qui ont fait le coup, mais Marco, il était chez le juge à Lille. Il monte. Mais écoute ce que je te dis. Marco, برای من مهم بود که به متن مستند وفادار بمونم. انگار قرار بر اقتباس از یک متن مقدس باشه یا اقتباس از ایبسن یا شکسپیر. حرفم این بود که اینکه این حرفا پیش پا افتاده یا از زبان آدم‌هایی در موقعیت‌های فلاکتبار هستن از اهمیت اونا کم نمی‌کنه. از اونجایی که بیشتر هنرپیشه‌های فیلم از ساکنان شهر روبه هستن، از هنرپیشه‌های غیر حرفه‌ای می‌خواستم بداهه پردازی کنن. در عوض از هنرپیشه‌های حرفه‌ای فیلم می‌خواستم تا جای ممکن به متن وفادار بمونن. اگر بخوام تمثیلی توضیح بدم، باید بگم من با یک مستند وارد کار شدم و داستان رو پشت در جا گذاشتم، اما با بازی بازیگرا داستان خودش رو از پنجره مهمان کار کرد. Vous savez toujours vous si un suspect est coupable ou innocent? Toujours. Comment vous faites? Je sais pas. J'essaie de penser comme eux. Vous avez été flic ici? Ouais. Et après? Après, 2 ans de formation à Saint-Cyr au Mont d'Or. Vous avez une famille? اینکه شخصیت اصلی فیلم کیه رو ارجاع میدم به تیتر فیلم که به جای روبه یک نور میتونست داوود یک نور باشه. داوود خودش رو با شهر یکی میدونه. اینه که موفق میشه با همه همزبون بشه. چه وقتی با قربانی حرف میزنه، چه با مظنون، چه با متهم. چون اونها رو پذیرفته. اون با شهر یکی شده و در نتیجه آدمهای این شهر رو میشناسه. میتونم همه فیلم رو اینطوری توضیح بدم. دو زن متهم به انجام یک عمل غیرانسانی هستند. آدمها گاهی از مرز انسانیت عبور میکنن. و داوود با کلام موفق میشه انسانیت از دست رفته این دو زن رو به اونها برگردونه. فیلم در ابتدا خیلی باز با نشون دادن انواع جنایت‌ها شروع میشه و کم کم حلقه رو تنگ میکنه. هرچی به مرور روی داستان این دو زن متمرکز میشیم، انگار به بی‌نهایت میرسیم، چون با معمای روح این آدما مواجه میشیم. از من در مورد نحوه اقتباس سوال میکردین. من برای تکمیل مستند گروهم رو فرستاده بودم تو محل تحقیق کنن و خودم رو توی خونه زندانی کرده بودم تا دوباره جنایت و مکافات داستایوفسکی رو بخونم و فقط همین رو میخوندم. همونجا متوجه شدم که آدمهای شهر من به اندازه قهرمانهای داستایوفسکی باشکوه هستند. همونقدر یأس، همونقدر پیچیدگی و همونقدر قدرت دارن. آدمهای بزرگتر از زندگی. تک تک ما بزرگتر از زندگی هستیم. دوربینی برای ثبت اون لازمه تا ما متوجه شیم که ما بزرگتر از زندگی هستیم. C'est pourquoi faire que vous me gardez. On va se parler un petit peu et ensuite vous pourrez rentrer chez vous. Allez, qu'est-ce qui s'est passé? Dépêche-toi. Vous allez pas me croire. Pas avec moi. Pas avec moi, Claude. Je me jette sur la tête de mon gosse quand je prends. D'accord. Et c'est quand que Claudia va venir?